با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 15 ماه میزان سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. هشدارش برای تفاهم جرائم های سیاسی افغانستان از شرکت نکردن در انتخابات آینده. دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای محترم آن در امور انتخاباتی انحراف از اصل شفافیت، نقض و پایمال کردن فرایند دموکراسی و مردم سالاری است. تاکید معاون دومر جمهور بر دور ساختن موانی از برابر اطلاع رسانی در کشور. دسترسی همگانی به اطلاعات می تواند یکی از مؤثرترین راه‌های مبارزه با فساد باشد. سپردن دوچرخه‌بال بلک هاک از سوی نیروهای هوایی آمریکا به نیروهای هوایی افغانستان. مراسم ازدواج 36 زوج جوان در شهر هرات. و اطمینان ایران از پابرجایی توافقنامه هسته این کشور با غرب. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شورای تفاهم جرایان های سیاسی افغانستان خواهان برکناری رئیسان و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی است. اعضای این شورا می گویند که رئیسان و کمیشنران کنونی کمیسیون های انتخاباتی مطلق وابسته به حکومت هستند و نیز آنان ظرفیت و توانایی برگزاری انتخابات شفاف و بدور از تقلب را ندارند. اعضای این شورا تاکید می ورزند که تا رسیدن به یک تفاهم ملی و به میان آمدن اصلاحات بنیادین و همپذیر، روند گماشتن کارمندان تازه، خریداری ابزارهای برای برقی سازی انتخابات و نیز بستن پیمانها با شرکتهای داوطلب بیدرنگ باید متوقف شوند. کریم امینی گزارش می دهد. از رسوایی های انتخاباتی گذشته تا هشدار به تحریم انتخابات های آینده، شورای تفاهم جریان های سیاسی می گوید انتخابات آینده از همین اکنون مهندسی شده است. کمیشنران و رؤسای کمیسیون های انتخاباتی در اسرع وقت عزل و بجای آنها حکومت در توافق با احزاب سیاسی و شخصیت های مطرح سیاسی اعضای واجد شرایط دیگری را معرفی و تعیین نمایند. به میان نیامدن اصلاحات بنیادین همپذیر در کمیسیون های انتخاباتی و نیز نافذ شدن قانون تازه انتخابات بی تصویب پارلمان و بر بنیاد فرمان تقنینی رئیس جمهور از دیگر مخالفت های شورای تفاهم جریان های سیاسی هستند. دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای محترم آن در امور انتخاباتی انحراف از اصل شفافیت، نقض و پایمال کردن فرایند دموکراسی و مردم سالاری است. این شورا هشدار می‌دهد که اگر خواستهایشان از سوی حکومت پذیرفتن نشود، طرح بدیل پیش خواهند کرد و نیز در انتخابات‌های آینده شرکت نخواهند کرد. زمان هوډ داده چې د رڼو شفافو ټاکنو دپاره د خلکو په رایه د ولسمشر د ټاکنو دپاره او د خلکو په رایه د ولسي جرګې د ټاکنو دپاره د بری تر سرحده مبارزه کوو. با این ساختار، با این نفوذی که حکومت بر کمیسیون ها داره و با این سازوکاری که حالا خودش ریخته، کور خوانده انتخابات برگزار کنه. ریاست جمهوری به این خواستها و انتقادهای شورای تفاهم جریانهای سیاسی افغانستان چنین پاسخ می دهد. اعضای محترم کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات بر اساس قانون و در مطابقت به یک مکانیزم مشخص برگزیده شده و به کار خود ادامه می دهد. شخصیت ها و جریان هایی که نسبت به کار کمیسیون انتخابات انتقاد و اعتراض دارند، ما انتظار داریم که اونا هم دیدگاه های اصلاحی خود با کمیسیون انتخابات شریک کنند. کمیسیون مستقل انتخابات 16 سرطان تابستان سال آینده را روزی برگزاری انتخابات پارلمانی که چند سال است به تأخیر افتاده است و نیز شوراهای ولسوالی ها که نخستین تجربه خواهد بود اعلام کرده است.
معاون دوم رئیس جمهور فساد داری را بزرگترین چالش در برابر حکومت داری می گوید و می افزاید که یکانه راه رسیدگی به این معضل ارائه اطلاعات به شهروندان کشور است. از سوی هم معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که انحصار اطلاعات در نهادهای حکومتی شکسته شده است. مسعود انصار جزئیات را گزارش می دهد. معاون دوم رئیس جمهور می گوید که هنوز چالش های زیادی در برابر اطلاع رسانی در کشور وجود دارد و می افزاید که فساد در نهادهای دولتی مانع حکومتداری خوب شده است. در کشوری مثل افغانستان که متاسفانه فساد اداری از مهمترین چالش های فراروی حکومتداری است، دسترسی همگانی به اطلاعات می تواند یکی از مؤثرترین راه های مبارزه با فساد باشد. معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که انحصار اطلاع رسانی اکنون شکسته شده است، اما حکومت با یک جنگ روانی خشن روبرو است. مشکلاتی که به صورت منطقی بازتاب داده شود، به صورت منصفانه بازتاب داده شود تا حکومت اصلاح شود، ولی القای یأس و ناامیدی که حکومت آینده ندارد، که کشور جور نمی شود، آینده مردم معلوم نیست و امید القای ناامیدی سبب شد که ما در سال گذشته بیشتر از 200 هزار هموطنان ما کشور را ترک کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ مردم را مالک اطلاعات می داند و تاکید می ورزد که نباید تصمیم ها در پشت درهای بسته انجام شوند و حکومت های مردم سالار هیچگاه اطلاعات را پنهان نگاه نمی دارند. در نظام دموکراسی تصمیم گیری ها در پسخانه ها صورت نمی گیرد، بلکه تصمیم گیری ها به صورت باز و در برابر چشم مردم اتخاذ می‌گردد. حکومت برای مبارزه در برابر جنگ روانی و فساد در نهادهای حکومتی و محلی به ایجاد شورای عالی فرهنگ و اطلاعات تاکید می‌کند. نیروهای هوایی آمریکا دوچرخبال بلک هاک را امروز به گونه رسمی به نیروهای هوایی افغانستان سپردند. در مراسم سپردن این چرخبال‌ها در میدان هوایی کندهار رئیس جمهور غنی و جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتند. قرار است تا چند روز آینده چند چرخبال بلک هاک دیگر نیز به نیروهای هوایی افغانستان سپرده شوند. شمار از نیروهای امنیتی در ولایت بدخشان مقام های این ولایت را به معامله‌گری متهم می‌سازند و در برابر دفتر بالی این ولایت دست به اعتراض دادند. این اعتراض در واکنش به کشته شدن چهار پلیس در حمله طالبان راه اندازی شد. اعتراض کنندگان از مقام های محلی می‌خواهند تا مرکز طالبان را در ولسوالی بردوش نابود بسازند، اما فرمانده پلیس بدخشان می‌گوید که آنان توان نابودسازی طالبان را در این ولسوالی ندارند. نعمت احمدی در این باره گزارش فرستاده است. اینجا در شهر فیض‌آباد در حدود 500 تن از نیروهای خیزش مردمی، پلیس محلی و پلیس ملی در اعتراض به کشته و زخمی شدن 4 تن از همکارانشان از سوی طالبان در برابر دفتر والی بدخشان دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که خودشان را به ساختمان ولایت رسانیده اند میگویند که بی‌پروایی مقام‌های محلی سبب شده است تا ده‌ها تن از نیروهای امنیتی از سوی طالبان به قتل برسند. چرا در مدت 2 سال و 6 روز ولسوالی وردوج از سقوطش تر می شود تا هنوز اقدام عملی بالای ولسوالی وردوج انجام نشده؟ اما متاسفانه بودیم، چون که بچه ای که ما از ما شهید داشتیم، بچه های پولیس های محلی، پولیس های ملی و اردوی ملی و خیزش های مردمی که ما داشتیم با ملت و مردمی بارک ولسوالی وردوج جرم، اما اینا تعامل نکردن. تظاهر کنندگان مقام های محلی بدخشان را به معامله گری متهم می سازند و از والی این ولایت می خواهند تا از مقامش کنارگیری کند. خانه و کاشانه ما همه که به دست مخالفین است. در همین مدت 2 سال آمدیم، هفته، یک هفته، 2 هفته، 15 روز، الی یک ماه برای ما وقت دادن. ما یک قبرستان دست فراخ از شهیدای ما پر شده است. در ولسوالی وردوج تمامی یوغوری ها هست، چچینی ها هست، خارجی ها هست. اگر خارجی ها داخلی ولایت شود، آیا تو والی سبا میماند در اینجا؟ تو یک قدرت برات میآید؟ اما از خون ملت وردوج تو چه قسم مهمانی ها میخری؟ چه قسم معاش میگیری؟ اما فرمانده پلیس بدخشان میگوید که آنان به تنهایی توان راه اندازی عملیات را در برابر طالبان در ولسوالی وردوج ندارند. نیروهای امنیتی ولایت بدخشان به خواستی از وا انشاءالله لبیک میگه و ما با آمدن نیروهای کمکی عملیات را در او ساحه سازماندهی میکنیم.
این تظاهرات پس از آن را اندازی شد که طالبان جمعه شب در یک حمله گروهی بر یک پاسگاه در ولسوالی بهارک 4 پلیس محلی را کشته و زخمی ساختند. ولسوالی وردوج ولایت بدخشان از 2 سال بدین سو در دست طالبان است و این ولسوالی مرکز طالبان در این ولایت شمرده می شود. امروز روز جهانی هنر است. در پهلوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل در کشور، آموزشگاه هنری غلام محمد میمنگی نام آشنایی است که در 4 دهه اخیر شمار زیاد شهروندان کشور را هنر آموختانده است. آموزگاران این دانشگاه میگویند با آمدن فن آوری در کشور علاقه‌مندی جوانان به هنر کاهش یافته است. با سوی دیگر دولت نیز به هنر توجه چندان ندارد. آموزشگاه هنری غلام محمد میمنگی بیش از 4 دهه است که به شهروندان کشور هنرها را آموزش می‌دهد. آمنه از دانش آموزان این آموزشگاه از 1 سال بدین سو در بخش نقاشی و میناتوری آموزش می‌بیند. در 1 سال بسیار چیزای زیادی را مختم، چون ما از خورترکی بسیار علاقه و نقاشی داشتم، یعنی رسمی را کم کم خود کار میکردم، کم کم کار میکردم یاد داشتم. مسئول این آموزشگاه میگوید که جوانان می توانند از فرصت کار بگیرند و برای فراگیری هنرهای نقاشی، خطاطی، میناتوری و مجسمه سازی به این آموزشگاه بیایند. می توانند که بیاین اشتراک کنند و خود ثبت نام کنند و از نقاشی، خطاطی و دیگر هنرهای فنونی که در هیچ است آموزش ببینند. نجیب الله نجیب از آموزگارانی است که 37 سال در این آموزشگاه در بخش نقاشی دانش آموزان بسیاری را آموزش داده است و میگوید که دولت توجه چندانی به هنر ندارد. خود هنر نقاشی یک فعلا در افغانستان بیخی یک چیزی شده که مردم کم توجه میکنن به هنر نقاشی. حتی در بسیاری جای ما میبینیم که از هنر هیچ یادآوری نمیشه. آموزشگاه غلام محمد میمنگی در کنار دانشکده هنرهای زیبا یگان آموزشگاه هنری در کشور است که هنرهای نقاشی، خطاطی، مجسمه سازی و میناتوری را آموزش میدهد. اما آموزگاران این آموزشگاه میگویند که در سالهای اخیر علاقمندی مردم به هنر کمتر شده است و مانند سالهای پیش به این آموزشگاه مراجعه نمی کنند. 36 زوج در هرات در یک مراسم ازدواج گروهی زندگی مشترکشان را جشن گرفتند. این جشن گروهی از سوی یک بنیاد خیریه در هرات برگزار شد. در این حال شمار از عالمان دین و باشندگان شهر هرات برگزاری چنین ازدواج‌های گروهی را گام برای جلوگیری از هزینه‌های هنگفت در کشور می‌دانند. جاوید زیراجویی در این باره گزارش فرستاده است. در میان این زوج‌های جوان کسانی هستند که 8 سال می‌شود نامزد بودند اما توان برگزاری جشن عروسیشان را نداشتند. یک بنیاد خیریه برای نخستین روز زندگی مشترک این عروس و دامادان جشن برپا کرده است تا این زوجهای جوان به خانه بخت بروند. مدت 3 سال میشه استاد محترم ما همیتون نمازد دادم مشکلات چیزی. بسیار یک کار خوب نیک و مبارک کردند. اینا آتشی خاموش کردم که جهان می سختم. برای هر یک این زوجها برخی وسایل خانه به نام جهیزیه نیز فراهم شده است. مسئولان این بنیاد خیریه میگویند که هر سال چند بار چنین جشن گروهی را برای ازدواج زوجهایی که توان برگزاری جشن عروسیشان را ندارند برگزار خواهند کرد. کسانی را انتخاب شدند که واقعا مستحق بودند و از نایای مختلف شهر هرات. در همین حال شمار از عالمان دین این جشن گروهی را گام اثرگذار برای جلوگیری از مصرف هزینه های گزاف برای ازدواج می دانند و تاکید می ورزند که بهترین ازدواج ازدواجی است که کمترین هزینه ها در آن به مصرف رسند. این فرهنگ سازی است در بین جامعه افغانی ما که اسراف از بین برود و رواج های بیجا از بین برود و مسئله ازدواج بیشتر در بین مردم جای بگیرد. از 6 ماه به این سو این 4مین جشن گروهی زوجهای جوان است که در هرات برگزار می شود. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که 10 تا دونالد ترامپ نیز نمیتوانند توافقنامه هسته‌ای ایران را با غرب تغییر دهد. پیش از این دونالد ترامپ گفته است که ایران بر روح این توافقنامه پابند است. انتظار می رود که رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده راهبردش را در برابر ایران اعلام کند. این در حالی است که واشنگتن تهران را بزرگترین پشتیبان هراس‌افکنی در جهان می داند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که پس از توافقنامه هسته‌ای ایران با غرب این کشور دستاوردهای بزرگی داشته است و اگر ایالات متحده از این توافقنامه بیرون شود سخت انتقاد خواهد شد. این در حال است که وزارت خارجه ایران یک گزارش خبرگزاری رویترز را درباره آمادگی تهران برای گفتگو با غرب درباره برنامه‌های موشکیش رد می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه نیز پیش از این ادعای خبرگزاری رویترز مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره در خصوص جنبه‌هایی از برنامه دفاعی موشکی خود را تکذیب کرد. از سوی هم کاخ سفید ایران را بزرگترین پشتیبان هراس افغانی میگوید. سخنگوی کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ به زودی راهبردش را در برابر ایران اعلام خواهد کرد. او رفتارهای بد ایران را می‌بیند. تنها برنامه هسته این کشور بد نیست، بل آزمایش‌های موشکی، بی‌ثبات‌سازی منطقه، کشور نخست پشتیبان هراس‌افکنی، حمله‌های سایبری و برنامه غیرقانونی هسته‌ای از رفتارهای بد ایران هستند. رئیس جمهور به دنبال راهبردی است که به تمام این مسائل پاسخگو باشد. این در حال است که کشورهای دیگر عضو توافقنامه هسته‌ای ایران به شمول روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا بر حفظ این توافقنامه تاکید کردند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. حکومت ایالات متحده فروش سیستم دفاع موشکی تاد را به عربستان سعودی تایید کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که فروش این سیستم موشکی به عربستان به سود امنیت ملی و منافع سیاست خارجی ایالات متحده خواهد بود و امنیت عربستان سعودی و کشورهای دیگر خلیج را در برابر ایران و تهدیدهای دیگر منطقه‌ای افزایش خواهد داد. پلیس برزیل میگوید که طرح شماری از دزدان را برای دزدی از یک بانک دولتی این کشور خنثی کرده است. این گروه از دزدان میخواستند که با کندن یک تونل 500 متری به نمایندگی بانک دولتی برزیل در شهر ساو پائولو وارد شوند و نزدیک به 317 میلیون دلار را بدزدند. این گروه 16 نفره برای ساختن این تونل 1.27 میلیون دلار هزینه کرده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد که از سوی انقره پشتیبانی میشوند عملیات را در ولایت ادلب این کشور آغاز کردند. قرار است در این عملیات که در برابر گروه های اسلامگرای مخالف حکومت اسد آغاز شده است، جنگنده های روسیه نیز از این گروه مورد پشتیبانی ترکیه حمایت هوایی کنند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان میشود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شرکت تولید کننده ابزارهای فناوری اطلاعاتی بلاسونیک تلاش دارد سرمایه گذاریش را در افغانستان گسترش دهد. مسئولان این شرکت با ایجاد بزرگترین نمایشگاه دائمی ابزارهای فناوری اطلاعاتی در شهر کابل میگویند که اگر از سوی حکومت حمایت شوند فعالیتشان را به دیگر ولایت‌های کشور نیز توسعه خواهند داد. زبی جهانمل در این باره گزارش تهیه کرده است. این بزرگترین نمایشگاه ابزار فناوری اطلاعاتی شرکت بلوسونیک است که در گوشه ای از پایتخت برابر با معیارهای جهانی ساخته شده است. ما نمیخواهیم که حکومت بر ما پول بده، حمایت چنی است که از ما خریداری کنند. خدمات معیاری ترمیم این ابزار پس از فروش و فضای باز برای انتخاب هر نوع کامپیوتر و تلفن های هوشمند این شرکت از ویژگی های این نمایشگاه است. بین المللی کم تولیدات که هغوی سره نسو پرتله کولی دي هغو دومره ټیټ هم نه دي. در همین حال مشاور وزارت اقتصاد میگوید که حکومت باید برای توسعه کاروبار شرکت های خصوصی به ویژه شرکت های تولیدی در کشور زمینه سازی کند. در افغانستان خود ما تولیدات کنیم تا که اشغال زایی شوه و اقتصاد مردم بهتر شوه،
هر چقدر امکان باشه خوب است. از سوی هم یک نهاد مالی در شراکت با شرکت بلوسونیک زمینه های عرضه لپتاپ های بلوسونیک را با اقساط دراز مدت به دانشجویان دانشگاه ها فراهم سازد. یک لپتاپ فکر کنم که در مارکت 10,000 روپیه است. امیرا اکسس و بلوسونیک برای از اونو چیز میکنم میتن برای فکر کنم که با 6 ماه با 8 ماه اونو عین همین پول ده 10,000 روپیه را قسطوار. بسیاری از شرکت های تولیدی افغانستان به ویژه شرکت بلوسونیک که در بخش ابزار فناوری اطلاعاتی کار میکنه تلاش داره که تولیدات بهتر و معیاری را به بازارها عرضه کنه و این شرکت تلاش داره که کاروبارش در افغانستان گسترش بده. ذبیح الله جهانوند، تول نیوز، کابل. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 25 پول، یک یورو 80 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 639 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک در تیمتان میکنه. خواهی ملک خوش اومده. سپاسگزار هستم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. ملی پوشان زیر 19 سال کشور فاتح رقابت ها بین افغانستان و بنگلادش شد. ملی پوشان کشور در 5 دیدار بین دو کشور توانست با 3 پیروزی، 1 شکست و 1 تساوی جام قهرمانی را به دست بیاورد. نخستین دور رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی کانفوی کشور امروز با اشتراک ورزشکاران بیشتر از 30 ولایت کشور در کابل آغاز شد. قرار است در پایان این پیکارها 20 چهره برتر به تیم ملی کانفوی کشور دعوت شود. مهدی نورزی 21 ساله مدت 2 سال می شود که به تیم ملی فوتسال کشور دعوت شده است. از افتخارات بزرگ که مهدی نورزی با تیم ملی فوتسال کشور تا حال به نام افغانستان رقم زده است. بعد از آوردن مقام چهارم در پنجمین دور رقابت های داخل سالون آسیا است. تیم ملی اسپانیا با پیروزی 3-0 مقابل آلبانی صعودش به جام جهانی 2018 روسیه را قطعی کرد. شاگردان خوان لوبکه در همان 30 دقیقه ابتدایی دیدار امشب 3 بار دروازه حریف را باز کردند و با یک پیروزی شیرین صعودشان به جام جهانی را جشن گرفتند. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 رو بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.